دریچه تلویزیون پارس در خدمت شما هستیم با برنامه بازشناسی باورها در روز پنجشنبه آخرین روز از ماه خرداد برابر با 20 ماه جون یا جوان. مباحثی رو در 7 جلسه خدمت شما ارائه کردیم پیرامون مبانی فهم رفتار سیاسی یا کنش سیاسی رژیمی مثل جمهوری اسلامی و البته رژیم های مشابه اون. امروز سعی خواهیم کرد وارد برخی از مصادیق بشیم، یعنی آن جنبه تئوریک و ذهنی و فکری رو در مورد پرونده هایی که وجود داره مورد تجربه آزمون قرار بدیم. مثل یک دانشجویی که رفته 4 سال تحصیل کرده، حالا آمده در جامعه میخواد از تحصیلش استفاده بکنه. مهمترین بخش برای فهم مسائل سیاسی همینه، یعنی آنچه که در دانشگاه ها میآموزند با آنچه که در جامعه عمل میشود 2 مقوله جداست، نه اینکه از هم سوا باشند اما به هم کمک خواهند. بنابراین هر آنچه که ما در این مباحث عرض کردیم مهم اینه که بتونیم تطبیق بدیم در مورد پدیده هایی که پیرامون ما رو رخ میده. برای همین 2-3 موضوع رو من برگزیدم که به مرور زمان جلسه به جلسه اونها رو تشریح خواهیم کرد. ببینیم آیا آن چیزی که ما در قالب نظریه یا تئوری مطرح کردیم سوار می شود بر این مصادیق، یعنی جنبه های فکری تئوریک بر جنبه های میدانی و عملی ساختاری و عینی هم تطبیق می کنه یا نه. ما کاملا در خلأ نظریه پردازی کردیم، زمین دلیله که این تئوری ها باید به ما کمک بکنن برای تبیین و فهم پدیده ها. به همین دلیل پدیده ها برای ما قابل پیش بینی میشن و ما میتونیم به همین نسبت رفتار رژیم جمهوری اسلامی یا بعضا رژیم های شبیه به اون رو که در درون یک ایدئولوژی کار میکنن تشخیص بدیم، پیش بینی بکنیم و حتی اگر داریم با اون مبارزه میکنیم روش ها، ابزار ها، تاکتیک ها، استراتژی های درستی رو برگزیم. 2-3 مورد رو انتخاب کردم. یکی در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی است، یعنی آنچه که میبینید نزدیک به 20 سال جهان رو درگیر خود کرده و بیشترین زحمتش رو هم برگردن مردم ایران انداخته، برای چه و از چه راههایی گذر میکنه که گاهی نه جهان غرب میفهمه جمهوری اسلامی چه میکنه و نه گاهی کارشناسان وطنی ما میدانن که پس ذهن این نظام چیست. و خب طبیعی است مردمی هم که از این سیاست ها چه بسا ممکنه آگاهی نداشته باشن فکر کنن جهان غرب سر ناسازگاری داره. بنابراین انرژی اتمی صلح‌آمیز که حق ما هست رو نمیخواد به ما بده و فریب دستگاه تبلیغاتی رژیم. مورد دوم مسئله تروریسم، یعنی آنچه که جمهوری اسلامی نماد تمام و کمال آنه و اخیراً هم من دیدم در یک اقدامی بسیار بسیار شایسته و نیکو دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد، کاری که اتحادیه اروپا هم باید انجام بدهد در کنار دیگر کشور. خب این تروریسم چیست؟ بر چه اساسی وجود داره؟ بر چه پایه‌ای شکل میگیره؟ آیا اینها حاصل ذهن چند آخوند در ایرانه؟ یعنی اونها آمدن و احساس کردن که بهتر از ما به عنوان رژیم جمهوری اسلامی این رو در برنامه‌های خودمون بگنجون. آیا این مبنا بر اساس اراده و منافع مردمه؟ یعنی نگاه کردن مردم ایران گفتن که بله ما تروریسم میخواییم، ما جنگ با جهان میخواییم و بعد بر اساس اون دولت مردان سیاست گذاری کردن، مثل آنچه که مثلا در غرب داره رخ میده. افکار عمومی، مردم، گروه های نفوذ در جامعه چه میخوان؟ فشار اونها سبب میشه که دولت مردان هم برای که عقب نمانن اونها رو به تصویب برسون یا وعده تحقق اونها رو بده. مسئله گروگانگیری، یعنی چیزی که عیناً ما امروز با اون داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. دیدید اخیراً هم دولت سوئد
یکی از این جنایتکاران رو که محاکمه هم شد به حبس ابد هم محکوم شد آزاد کرد. چطور میشه اینها رو تحلیل کرد؟ رژیم جمهوری اسلامی چگونه رفتار میکنه که جهان غرب رو در یک حالت انفعالی قرار داده؟ بعضی ها اشاره میکنه که اینها به خاطر معادلات اقتصادی و چیزهای دیگر است. بله، این بخشی از کاره، اما همش نیست. رژیم اسلامی چه کار میکنه؟ این رو از کجا آورده؟ در کجا تبیین کرده که ما میتوانیم با گروگانگیری شخصیت‌های حالا یا دو تابعیتی یا مربوط به همان کشور مطبوعشون اینها رو بگیریم و قدرت چانه‌زنی خودمون رو بالا ببریم؟ یا کجا آمدیم؟ چطور میشه این رفتار رو فهم کرد؟ و مسئله دیگر، سوء استفاده از حقوق بشره. یعنی جایی که در جهان غرب فضا باز شده برای گروه های مختلف اسلامی که به ترویج عقاید دینیشون بپردازن، اونا هم فکر کردن که خب اینا هم یه ده مسلمان هن، آدم های محترمی هستن، چه اشکالی داره بیان نمازشون رو بخونن. اما فراموش میکنن که این حقوق بشر که نگاهش به انسان بر اساس یک نگاه مثبته میتونه مورد سوء استفاده برخی از مراکز مذهبی قرار بگیره. اروپا دیر متوجه شد. اخیراً بحثایی بر سر بستن مراکز اسلامی در شهرهایی مثل هامبورگ مطرحه، در انگلستان مطرحه، در جاهای دیگه مطرحه. سازوکار این اماکن مذهبی چیه؟ آیا افراد رو جذب میکنن که فقط کار نیایش با خدا رو انجام بدن؟ یا نه، به خاطر خوشنودی خدا به دنبال قربانی کردن مردم سرزمین های دیگه هم هستن؟ برای خوشنودی خدا میآیند فشار میآورند که ما میخوایم تعدد زوجات باشه، حکومت اسلامی باشه. الان اخیرا شما دیدید صداهایی که در اروپا رخ داد. 3 سال قبل من در یک برنامه عرض کردم این سبب رشد راست افراطی خواهد شد و امروز هم میبینید اخیرا انتخاباتی که در اروپا انجام شد نشان داد که تمایل مردم به راست افراطی بالا آمد، رشد کرد. بحث مهاجر ستیزی، بحث های مربوط به جنگ های مدنی سیاسی روش بده. این اساس بحث گفتمانی است. اگر شما میبینید گفتمانی رادیکال هست، دلیلش اینه که شما باید نگاه بکنید این گفتمان رادیکال در برابر گفتمان حاکمی که او هم خشونت و سرکوب رو داره شکل میگیره. یعنی جهان غرب وقتی بدون ملاحظه دست گشاده‌ای به روحانیت، حالا فرقی هم نمی‌کنه این روحانیت سنی باشه یا شیعه باشه، دست بالایی به دولت‌های اسلامی داد که شما بیایید امامان جماعت خودتون رو وارد مساجد بکنید، خب شما هم مسلمانید، محترمید، بیایید هر گونه تبلیغ می‌کنید، بعداً شما مواجه میشید با عضوگیری بسیاری از این شهروندان اروپایی در میان گروه های داعش، گروه های دیگر. نه، کجا آمدن این؟ از کجا عضوگیری کرد؟ این که امروز میبینید جمهوری اسلامی یا دولت های دیگر اسلامی افرادی رو در اروپا دارن که برای مردم، برای اپوزیسیون، برای نیروهای دیگر خط و نشان میکشن، این از کجا آمدن؟ نه، یک شبه نیامدن، این رو با کامیون حمله کردن. بسیاری از اونها در قالب شخصیت هایی که آمده اند یک کار فرهنگی انجام بدن آمده. حالا من اینا رو خواهم خواند که چطور ایدئولوگ های مسلمان سعی میکنن از این فضا به نفع خودشون استفاده بود. یکی که اینا رو با اسناد ارائه خواهم کرد. وقتی ما در جهان غرب فهم درستی از این روش ها نداریم، خب چه اشکالی داره؟ یه آخوند یه داره موعظه میکنه، ولی فراموش میکنیم موعظه او یعنی کشتن دیگران، موعظه او یعنی نفرت بر علیه مبانی حقوق بشر. مشکلات بزرگی است که امروز جهان غرب با اون دست و پنجه نرم میکنه. به خاطر خوشخیالی است، خام خیالی است. نه اینکه مسلمانان رو سرکوب کنید، نه، نظارت بکنید بر جوامع اسلامی تا یک عده روحانی تحت عنوان مفتی یا مرجع تقلید، این جوانانی که وارد جهان غرب میشن
دارای خلأ معنایی میشن، خلأ عاطفی میشن، یک نابهنجاری میشن، یک آنومی میشن، به اصطلاح دورکی میشن. بین ارزش های سنتی و ارزش های جدید نمیتونن بلافاصله پذیرش بکنن، جذب این مفتیان و مراجع تقلید نشن. شما میتونید چشمتون رو ببندید، اما با بستن چشمان جلوی رشد بیماری رو نمیتونید بگیرید. بدنی که بیماره، ویروسی که وارد بدن شده، اون باکتری که وارد بدن شده، کار خوش خواهد کرد. حالا شما بگید من نیاز به دکتر ندارم، شما خیلی بدبین هستید، اما زمانی که این ویروس کل بدنتون رو گرفت، اون وقت متوجه میشید که بدبینی یک بدبینی مفرط نیست، یک بدبینی برای درمانه. این به نفع جامعه اسلامی هم هست. یعنی چه بسا مسلمانان محترمی هستن میخوان زندگیشون رو بکنن، اما وقتی یک جوانی چاقو به دست در خیابان ها دنبال زن و بچه مردم میگرده که اونها رو با چاقو بزنه که اینا کافر و مشرکن، آیا رشد افرادگرایی رو دنبال نداره؟ به اون مسلمانی که میخواد زندگی عادی خودش داشته باشه خلل وارد نمیکنه؟ یا چرا ما ایرانی ها در جهان غرب نسبت به بدبینی وجود داره؟ به خاطر اینکه چند نفر به عنوان نماینده ما به جهان غرب شناسانده شدن، شعارهایی که اونها میدن جنگ طلبی است، تروریسم، فساد مالی و انواع و اقسام مشکلات، ما را به چشم اونها میبینن. اون نماد ما هست، جلوه ما هستن، چه بخوایم چه نخوایم. حالا شما صد بار بگید محمود احمدی نژاد که نماینده ما نیست، اما جهان غرب اینطوری نگاه نمیکنه. اخیرا یک کلیپی میدیدیم، همین آقای ظریف آمده بود و صحبت میکرد، وقتی خبرنگاری از او سوال میکنه که چرا شما مردم رو سرکوب میکنید، مردم در درون کشور ناراضی هن، این نوع وحشیگری به کجاست؟ ایشون گفت وحشیگری 74% مردم رفتن رأی دادن، اگه مردم ناراضی باشن میرن رأی میدن. خب اون 74%ی که رفتن رأی دادن یا 60%ی که رفتن رأی دادن نقشی دارن در این که ما بدنما بشویم؟ بله، چون همون آقا میره در جای دیگری میشینه، از تروریست دفاع، از جهادگری و گروگانگیری فلسطینی ها دفاع، منظورم حماس دفاع میکن، از موشک پراکنی حزب الله دفاع میکن. بعد میگن خب بفرمایید 70% ایرانی ها به محمد جواد و دار دستش رأی دادن، خب اونا هم یعنی اینا رو قبول دارن که بینن بینن رأی میدن. بعد ما میگیم اینا نمایندگان ما نیست. جهان غرب اینطوری فکر نمی کنه. پس بی آبرویی ایرانیان در سطح جهان به دلیل وجود همین عده معدوده. تا زمانی که نتوانیم به نوعی به جهان بقبولانیم که اینها با ما نیستن، ما از اینا نفرت داریم، نه ارزش هاشون رو میپذیریم، نه نوع گفتارشون رو مورد قبول ماست، نه نمایندگان واقعی جامعه ما هستن، کار از پیش نخواهد رفت. پس بسیار اهمیت داره که ما بدانیم این بیماری ما حاصل چه چیزیست. برای همین دو سه نمونه رو من برگزیدم که مسائل روز هم هست، ببینیم آیا اینها ریشه های ایدئولوژیک که عرض کردیم در برنامه های گذشته محصول یک بستر عقیدتی دینی است هست یا خیر زاییده فکر مثلا چهار تا آخوند در تهرانه. تو مسئله مهمی است. اگر ریشه بیماری رو تشخیص ندید مهم نیست هر چقدر میخوای درمان بکن، اصلا ریشه بیماریه، اون باید درمان بشه. من پیشتر رو عرض کردم در فلسفه سیاسی یکی از مسائل مهم اینه که وقتی شما به ریشه ها میپردازی ببینید این ریشه ها محصول چیه، از کجا آمده، زیربنای امر سیاسی چیست، مثلا اقتصاد ما از کجا بیرون میاد،
اخلاق جامعه، اخلاق سیاستمداران ما از کجا بیرون میاد؟ روش ها و سیاست گذاری هاشون از کجا مورد تایید قرار میگیره؟ اگر اشکال از اون، اونو باید عوض کرد. به همین دلیل ما نیازمند بحث های مبنایی هستیم. وقتی ریشه بر جا هست، این درخت هر سال همون میوه رو میده. حالا ممکنه امسال میوهاش کمی درشت‌تر باشه، سال دیگه به دلیل حالا مسائل جوی و آفات و حشرات و هزاران چیز دیگر کمی کوچیک‌تر باشه، اما محصولش همونه، طعمش همونه. درخت جمهوری اسلامی یه روز هاشمی میده، روز دیگر خاتمی میده، روز دیگر محمود احمدی نژاد و روحانی و رئیسی میده، امروز هم ممکنه یه آقای دیگری بیاد، اما همشون فاسدن، همشون توجیه کننده جنایت، دست آخر همشون هم میگن آقا ما کارگزاریم، ما عمله بودیم، هیچ کاری دارچی هستیم. بعد یه دی میشینن بحث میکنن که حالا این بره بهتره یا اون یکی بیاد. داستان غریبیست این تسلیسشون که شیادانی میشینن با هم مناظره میکنن، یه ده ابله هستن یا تحلیل میکنن، تازه مثلا رفتار اون آقای پزشکیان، مثلا ببین این حرفای خوبی زده، وعده های خوبی داده، گویی مثلا 40 سال رو فراموش کردن که تو این سیستم کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد 8 سال شما هر وقت سوال پرسیدی از این رئیس جمهور، گفت آقا ما آبدارچی بودیم، تدارکاتچی بودیم، ما کارلی نبودیم، رئیس دفتر مثلا خامنه ای بود، تقریبا همین چیزا رو گفتم بعد 8 سال. بعد حالا یکی تحلیل میکنه که این آدما مثلا تو تحلیل، و بعد یه ده افرادی هم واقعا باور میکنن، یه طرف نشسته مناظره شیادان و تحلیل ابلهان رو باور میکنه، یعنی میگه آن این پس وقتی تحلیل میکنن خوبه، من برم به این آقای الف رای بدم، اون بیاد همه چیزمون حل میشه، در حالی که ریشه برجاشه. روزنامه نگاران و کارشناسان ما هم شما دیدید جرأت ورود به بحثای مبنایی رو ندارن، حوصله‌اش هم ندارن، هم میترسن، هم سوادش رو ندارن، هم به نوعی میگن آقا برای چی بشیم اینجا تهدید بشیم، آرن خاتمی و اینا رو بحث میکنیم خوبه، این شاخه میوهش درشت‌تره، اون یکی مثلا سیبش خندانه، اون یکی نمیدونم کنه. نه دوستان، تا زمانی که ریشه ها رو برطرف نکنیم، این درخت کرمو، این درخت مسموم همون میوه ها رو میده. خب بریم بر سر یکی که این پرونده ها، ببینیم داستان از چه قرار. در حدود 20 سال هست که هم ایران ما و هم تقریبا جهان درگیر یک مسئله تحت عنوان پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی شدیم. به هر حال نمیخوام وارد بحث‌های تاریخیش بشیم که چه شد و چه نشد، اما در طول این زمان شما بارها دیدید که رژیم سعی کرده بنابر مصالح خودش، نه مصالح مردم، هر بار یک بازی خاصی رو با جهان شروع بکنه. یعنی گاهی آمده وقتی مسئله حاد بود با جهان تفاهمی رو امضا کرد، بعد پشت پرده مشخص شد مشغول کارهای خودشه، خلف وعده کرده. یه زمانی هم شروع کرد حل من مبارز طلبی رو که آقا هر چی دلتون میخواد برید تحریم بکنید، ما به حرف شما گوش نمیدیم، و اون زمان محمود احمدی نژاد. همینطور این مسئله ادامه پیدا کرد، مردم ما هم روزی بازی گرفته شدن، زمانی حلقه های مختلفی میبستن که انرژی هسته ای حق مسلم ماست و این داستان ها، بعد فهمیدن که اینا همش مسئله تبلیغاتی است، آن چیزی که مسلما به ما میرسه فشار تحریم هاست، و یه آدم ها هم از قبل تحریم سود بردن، سپاه و گروه های دار دستشون از قبل همین تحریم ها کم پول به جیب نزدن، برخی دولت ها هم اتفاقا از این مسئله راضی بودن، نفت ما رو با قیمت ارزان بردن، پشت پرده مسائل خیانت کردن، برخی کشورهای دیگر هم به همیشه. اما مسئله بر سر اینه که پافشاری رژیم بر روی انرژی هسته‌ای خب یک دلایلی باید داشته باشه که شما این همه هزینه میکنی و میخواد یک هدفی رو برآورده بکنی.
شما وقتی نگاه بکنید هزینه هایی که رژیم جمهوری اسلامی برای پرونده اتمی داده که به چندین بگیم 100 میلیارد رسیده، چند صد میلیارد، حالا آمارش دقیقش دستم نیست، و بعد ادعا این که ما برق میخواهیم چندان منطقی نیست. یعنی که ما مثلا اینها رو برای کار صلح‌آمیز میخوایم، خیلی از کشورها برای کار صلح‌آمیز دارن استفاده میکنن. وقتی ریگی به کرش نباشه و شما شفاف سازی میکنید، میگید بفرمایید شما خودتون بیاید برای ما بسازید. ما هم که در ایران اورانیوم غنی شده و اورانیوم و معادن مختلفش که ندادیم، از شما میخریم. مثل آنچه که در نیروگاه بوشهر داره رخ میده. اما شما میبینید در بعضی مناطق ایران در دل کوه‌ها، در اون زیرزمین‌ها چیزایی درست کرد. خب این چگونه تطبیق میکنه با مسئله شفاف سازی؟ پس نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی به دنبال این نیست که طبق منافع مردم به اونها برق بده. او به دنبال یک مسئله دیگری است. مسئله‌ای که از چند جنبه براش اهمیت داره. جنبه اول قدرت بازدارندگی است. یعنی جمهوری اسلامی میدونه کشورهایی وجود دارن مثل کره شمالی یا پاکستان یا برخی کشورهای دیگر که حکومتاشون متزلزلن، ممکنه جهان غرب با یه حرکتی اونها رو از بین ببره، اون رژیم ها رو از بین ببره. بنابراین رفتن به سمت ساخت سلاحایی که قدرت بازدارندگی به اونا بده. جمهوری اسلامی احساس کرد که داشتن این میتونه براش کمک کننده باشه در برابر کشورهای دیگر. دوم، این مسئله منطقه‌ای است. یعنی جایی که بتونه با ایجاد یک کشور اتمی حالا بیاد و در راستای اون ایدئولوژی خودش کشورهای مثل اسرائیل، عربستان و جای دیگر تهدید بکنه، از اون امتیاز بگیره، چون دیده نمیتونه از جنبه مسائل اقتصادی و رقابتی و کارهای دیگر کارشو پیش ببره. مجبوره بیاد گروه های خاص خودشو درست بکنه، از قبل قدرت بازدارندگی اتمی کارشو پیش ببره. نکته اساسی در اینجا اینه که وقتی جهان غرب با این پدیده مواجه میشه نمیتونه اون رو تحمل کنه. در چه به دنبال ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی. اما جمهوری اسلامی هم سعی میکنه این حساسیت جهان غرب رو کم کنه. از ترفندهای خودش هم استفاده میکنه. اساس جمهوری اسلامی بر چند قاعده است. یکی از مهمترین اونها اینه که حفظ حکومت از اوجب واجباته. این کلامی بود که شخص روح الله خمینی گفت. از نظر فکری درست گفته، چون در درون ایدئولوژی اینها حکومت مقدمه تحقق ارزش‌های دینی است. در واقع این همون قاعده تلازم یا قاعده ملازمه هست. قاعده ملازمه به این معناست که وقتی امری واجبه مقدمش هم واجبه، چون بدون مقدمه شما نمیتونید اون واجب اصلی رو انجام بدید، اونم باید در پیش بیاد. یعنی وقتی خداوند حکم میداده، آیاتی آورده، هدفش این بوده که اینا اجرا بشه در جامعه. مثلا حکم قصاص، سنگسار، حدود، دیات، هدف خدا از ارسال این آیات چی بوده به نظر شما؟ در گفتمان اینها هدف این است که جامعه باید اینها رو اجرا بکنه. به همین دلیل تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر میشه. اینا هدف هست. این ارزش‌ها باید تو جامعه تثبیت بشه. اما مقدمش چیه؟ مقدمش اینه که شما قدرت داشته باشید بتونید این کارو بکنید. وگرنه مگه میتونید مردم شلاق بزنید تا قدرت ندارید؟ قدرت در درون حکومت معنا پیدا میکنه. یعنی جایی که حکومت قدرت قانونگذاری داره، میاد اینها رو تبدیل میکنه به مواد قانون، حالا قانون مدنی گرفته تا قانون مجازات یا هر قانون دیگه.
شما موظف میشی اون احکام شرعی رو انجام بدی. حالا اگه انجام ندادی چه؟ رژیم قدرت این رو داره که من باب ضمانت اجرا شما رو ببره، شلاق بزنه، زندانی بکنه، به عنوان مفسد و محارب اعدام بکنه. پس اجرای احکام دین مقدمش ایجاد حکومت دینی است. ما میگیم قاعده عقلی تلازم یا ملازم. من اگه بعدها فرصت بشه در باب ولایت فقیه به این مسائل خواهم پرداخت. خب این حکومت اوجب واجباته، چون اگه نباشه بقیه نیستن. اگه حکومت دینی نباشه شما احکام دین نمیتونید اجرا بکنید، امر معروف میتونید بکنید، نه خیر، فقط در حد زبان ممکنه پیشنهادی بدید. پس اهمیت داره که این حکومت به عنوان وسیله شکل بگیره تا بعد احکام رو اجرا بکنه. خب ببینیم سید علی خامنه ای چه میگه. من اینو یک بار هم خواندم، اینجا هم با سرعت میخونیم و عبور میکنیم، بعد برمیگردم به مبانی اندیشه هایی که رژیم میتونه برای مسئله انرژی اتمی ازش استفاده بکنه. ایشان میگه قدم بعدی تشکیل حکومت است، اما تشکیل حکومت هدف نیست. نکته اساسی اینجاست، تشکیل حکومت برای تحقق آرمان هاست، یعنی همون مقدمه رسیدن به اون آرمان ها، اهداف. اگر حکومت تشکیل شد ولی در جهت تحقق آرمان ها پیش نرفت، حکومت منحرف است. این یک قاعده کلی است، این معیار است. ممکن است تحقق آرمان ها سالها طول بکشد، موانع و مشکلاتی بر سر راه خود داشته باشد، اما جهت حکومت، جهت و سمتگیری این قدرتی که تشکیل شده است، حتما باید به سمت آن هدفها و آرمانها و آرزوهایی باشد که شعار آن داده شده است. ببینید در اینجا نکته ای رو شاید به ذهنم رسید بگم بد نیست. ما در بحث ایدئولوژی ها به این پرداختیم. ایدئولوژی ها یک ویژگی خاصی به خودشون میدن و اون ابطال ناپذیریه. یعنی شما در درون این جنبه ابطال ناپذیری وقتی با پرسشی مواجه میشید که در ذهن شماست و اون رو مطرح میکنی، پاسخ شما در اون پاسخی که میشنوی مسئله ایست که شما نمیتونید صدق و کذب اون رو پیدا بکنید. گزاره هایی که مطرح میکنن همیشه مدت زمان بسیار زیادی داره، شما نمیتونید کی میخواد محقق بشه. بعد مشکلاتی هم که در سر راه هست توجیه پذیره. شما دقیقا در جمهوری اسلامی همین وضعیت رو دارید. یعنی هر بار که میگید آقا چرا وضعمون بدتر میشه، اینا میگن این یک مرحله برای رسیدن به اون کماله. میگید آقا وضعمون بد شد، اقتصادمون، سیاستمون، اینا هر کدومش یک مرحله است که ما باید گذر بکنیم. برای همین منتظر باشید در آینده اوضاع بهتر میشه. در جبهه های جنگ شکست میخوری، بعد میگن شکست پل پیروزی است. جنگ میشه، میگه جنگ برای ما نعمت. دیدید حرفای سطح پایینی که خمینی میزد، یه دم پایین فکر میکنه خیلی فلسفی صحبت میکنه. یعنی هر پدیده مذمومی رو تبدیلش میکنن به یک امر ممدوح، محمود، محسن، که شما اصلا شک نکنید، بگید خب نه، خب اصلا من میدونه یکیشون ما باید این سختی رو تحمل بکنیم، باید این هزینه ها رو بدیم. شما فکر رژیم های ایدئولوژی چگونه سر پا میمونن؟ اصلا شوروی کمونیستی چطور 70-80 سال سر پا مون؟ 5 سال گذشت مردم فهمیدن که آقا این نیست، یه توجیه آوردن. 10 سال بعد همین آنقدر رخ داد تا مردم فهمیدن بابا اینا همش بازیه. تمامشون ما رو سر کار گذاشت. میگه میشه ما کورسوی امیدی نبینیم؟ مثل یه بیماری که میره پیش دکتر، دکتر بهش نسخه می نویسه،
میاید استفاده میکنید، میگید آقای دکتر وضعم خوب نشده، سردرد داشتم الان معده‌ام هم درد میکنه، بعد دکتر به شما بگید نه شما نمیفهمی داری خوب میشی، دوباره میاید خونه همون داروها رو مصرف میکنید، به جای سردرد و معده درد چشم دردم اضافه میشه، دوباره دندان دردتون هم اضافه میشه، بعد دکتر میگه نه داری خوب میشی. شما میفهمید بابا این حرفاش بی‌اعتباره، چون حال من باید روز به روز، حالا نمیگیم یک دفعه خوب شه، اما آرام آرام باید اون حالت خوبی به من دست بده. اگر هم اندکی فشار بر من هست باید نور امیدی ببینم. اما این چه وضعی است که من هر روز داره اوضاعم بدتر میشه؟ تو به جمهوری اسلامی نگاه بکنی، هر سال بدتر از سال گذشته است. بعد یه دی میگن خب اینها مراحلی است که باید بگذرونیم. با این فرمونی که شما دارید میرید دارید میتونید دره مسیرتون اشتباس. بنابراین خامنه ای داره میگه که ممکنه توی راه سختی هایی باشه، ولی ما از آرمان هامون نباید عقب بکشیم. این همون مسئله است که من پیشتر عرض کردم آرنت هم به کار برد برای آلمان نازی، جایی که اوغلای جامعه می آمدن می گفتن آقا ارتش ما این استعداد رو نداره، هیتلر قبول نمی کرد. مهمترین دشمنان هیتلر در درون خود ارتشش بودن، کسانی که حالا بعدا متهم شدن به اینکه میخواستن کودتا بکنن، حتی بمبگذاری هم کردن که هیتلر نمرد. چهره شاخصشون آقای مارشال اروین رومل بود، گروه های مختلفی که در برهه های مختلف در برابر هیتلر و این طرحاش ایستادن که آقا این رفتاری که تو داری میکنی داره کشور ما رو نابود میکنه. اما تای ذهنشون اینه که نه، ما باید بریم سراغ اون آلمان ها، تا تای خط هم میرن. یعنی رهبران ایدئولوژیک به قدری محصورن که جهان واقع رو نمیبینن، باور نمیکنن. این خطر بسیار بزرگی است. یعنی کسانی که کاملا منتزع از جهان هستن، بحث عقلانیت که مطرح میشه، بحث واقع گرایی که مطرح میشه، یعنی انسان هایی که وسیله، هدف و واقعیت رو میتونن تطبیق بدن. مثلا من سلیمانی اگه بخوام موفق بشم در زندگیم، خب هدفم این است که حقوقدان بشم، وکیل بشم، پزشک بشم. خب نگاه میکنم امر واقع رو، میبینم در پیرامون من چه رخ داده که یکی شده پزشک، یکی شده وکیل. اون راه رو میرم، میرم درسمو میخونم، تو آزمون مربوطه شرکت میکنم، بعد پزشک حاذق و توانایی میشم، حالا زندگی راحتی هم دارم. اما اگر بیام و بگم که صبح تا شب خوب دعا میکنم، یه صندوق صدقاتی هم دم خانه هست اونجا هم کمک میکنم، به مسجد محلمون خیرات میدم، حالا شاید پزشک شدم، این یعنی انسانی که امر واقع رو نفهمیده، یعنی انسان متوهمی است. وبر چهار نوع عقلانیت رو ذکر میکنه، من فرصت بشه در آینده درس خواهم کرد که ما اصلا اینا رو باید بشناسیم که کجای کاریم. ما وقتی میگیم عقلانیت در کدوم مرحله ای هستیم که وبر نام میبره از این مراحل چهارگانه، کجاش قرار داریم، نقص ما کجاست؟ پیرامون خودمون نگاه بکنیم، اون عقلانیت سوری که بالاترین درجه عقلانیتی است که وبر نام میبره، مسئله منفعت عمومی است. مردم جامعه ای که عقلانی، منافع خودشون رو، نه منافع فردی ها، منافع جمعی رو تشخیص میدن. چون منفعت فردی میشه عقلانی عملی، اولین مرحله است که به برنامه میبرن. اما عقلانی سوری میگه من سلیمانی نفهم اینه، اما این منفعت من به جامعه ضربه میزنه. مثلا من منفعتم اینه که برم کلاهبرداری بکنم، درسته؟ چرا زحمت بکشم درس بخونم، نمیدونم صبح بلندشم برم سر کارم، بعد از اون برگردم مالیات بدم؟ نه، یه کلاهبرداری بنگاهی را میندازم یا یه وعده‌ای به مردم میدم، کلاهبرداری میکنم.
در کمترین زمان به اندازه 10 سال 20 سال یک شخصی که زحمت کشته پول در میاره. این منفعت عملی است، در واقع عقلانیت عملی است. این تعبیر وبری رو من دارم به کار میبرم. اما انسانی که داره عقلانیت صوری است، یعنی بالاترین مرحله عقلانیت، میگه نه، من اگر برم کلاهبرداری بکنم، درست منفعت من به ظاهر تأمینه، اما در جامعه چیکار کردم؟ مال 10 نفر رو بردم، مال 20 نفر رو بردم، حتی اگه محاکمه هم نشم، زندانی هم نشم، به منفعت دیگران خلل وارد کردم. منفعت دیگران میشه منفعت جامعه، منفعت کشورم. و اگه همه هم یاد بگیرن که سلیمانی اینطوری بوده، حالا ما هم بریم این کار رو بکنیم، دیگه سنگ به سنگ بر نمیشه. ما به اون مرحله رسیدیم. آیا ما در اون درجه قرار داریم که وقتی پای منافع شخصمون پیش میاد یه ذهن توسعه یافته داشته باشیم، بگیم این کار من به جامعه چه ضربه‌ای میزنه؟ آیا برای جامعه مفیده؟ شما فکر کنید چرا کار نزد ما ایرانی‌ها مذمومه؟ ما آدمایی که کار نمی‌کنن زرنگ می‌دونیم. آدمایی که مالیات نمیدن میگیم ببین چقدر زرنگه این. اونی که مالیات میده اون خیلی آدم ساده ایه. اما اینی که مالیات نمیده، مالیات دور میزنه، خیلی زرنگه. اگر 8 ساعت کار مفیده، ما 2 ساعت از سرش بزنیم، خودمون رو زرنگ میدونیم. بگیم رفتیم اداره کتمون رو آویزون کردیم، به بهانه فلان زدیم بیرون. دیگه فراموش میکنیم تو اون 2 ساعت کار 20 نفر انسان لنگ مانده. اون 20 نفر در یک جایی در کشور دارن کار تولیدی انجام میدن. به جای اینکه برن سر کارشون، اونجا نشستن که این آقا برگرده. رفته با آبدارچی نشسته سیگار میکشه. یا رفته نماز. یاد گرفتن همشون میکنید. ساعت 12 که میشه که کأنه بلال حبشی، باید انگار از آن اقامه رو اینا رو بگن برن نماز. و کار مردم مونده. اینا 20 نفر آدم هست، 30 نفر آدم هست، هر کدومشون بخشی از جامعه رو به عهده دارن. من باید نمازم رو برم چون به منفعت منه که رئیس منو ببینه که من اینجا آمدم. به منفعت منه که 2 ساعت کم کار بکنم. خانومم گفته خرید کنم، من رفتم بیرون خرید انجام دادم، اومدم وسط کار بوده. ما اینطوری فکر میکنیم. مهندس خونه میسازه، اصلا براش اهمیت نداره که این خونه، این سازه‌ای که مردم باید توش زندگی بکنن، زن و کودک و پیر و جوان تو خونه میخوان زندگی بکنن، آیا خونه رو خوب ساختی؟ به مهندسیش کردی؟ یا فقط به فکر اینی که کمتر مصالح هزینه بکنی، کمتر از هزینه ها بدی که مصالح مرغوب بیارن؟ تو چطور فکر میکنی؟ حالا یه خاطری هم بگم شاید بد نباشه. خب پدر من راننده کامیون بود. زمانی این شرکت ها کامیون هایی رو میدادن برای مزایده، یعنی شما میرفتید این کامیون ها رو میخریدید، درست میکردید، تعمیر میکردید و میفروختید. من یک بار یادمه توی یک چیز همین گاراژ هایی بود که کار تعمیرات و اینا، یکی از این کامیون های مزایده ای رو آورده بودن که پدرم خریده بود، مشغول درست کردنش بودن. یه قطعه ای بود که پیدا نمیشد تو شهرستان، اون قطعه پیدا نمیشد. تعمیرکار به پدرم گفتش که شما اگر میخوای یه قطعه دیگه ای هست، مثلا حالا قطعه اصلیش نیست، یه قطعه دیگه ای هست اونو بگیر. پدرم قبول نکرد. نزدیک به چند روز زمان برد که خب همینطور که کامیون در حال در اون تعمیرگاه هست، هزینه های مختلفی داره. یه روزی که من اونجا ایستاده بودم، حالا نوجوانم بودم، بودن 12-13 سالم، این استاد تعمیرکار گفت که بابا پدر چرا این کارو میکنی؟
خب این قطعه که هست بگیر اینو نصب کنه فلان کنه، این کاراش اصلا چه معنی داره؟ خودشو علاف کرده، نمیدونم این همه هر روز کار این کامیون اینقدر درآمد داره براش. من آمدم یه روز در خانه صحبت شد، گفتم که بابا این آقا اینجوری میگه، خب شما چرا این کارو نمیکنی اینا؟ و پسرم این آدما نمیفهمن، این قطعه ای که من روی این کامیون میذارم قطعه مهمی، وقتی این کامیون درست میشه این قطعه اون داخل اون موتور یا جاهای دیگه هستش که مثل نمای بیرونی است که شما ببینید. این کامیون رو کسی میخره که میخواد باش کار کنه، تو گرما و سرما میده تو بیابون. وقتی این قطعه خراب بشه اون آقا صد فوش میمونه، ما رو لعن و نفرین میکنه. من اونجا فهمیدم که با اینکه شاید کار پدر من از نظر اون آقای تعمیرکار غیر عقلانی است چون با منفعت فردیش تطبیق نمیکنه، اما یه کار اخلاقیه، یه کار انسانیه. شما یه ماشین شخصی داخل شهری نیست که اگه خراب شد بگی خب حالا اینجا پارکش میکنم و میرم خونه دیگه، با یه تاکسی میرم خونه. شما دون باشی 20 تن بار میزنی، 18 تن باره. یه قطعه این اتومبیل که خراب بشه در جاده ممکن تصادف بشه، خود اون شخص تو سرما تو برف. شما صنایع خودروسازی ما رو ببینید چه اندازه ارزش قائلن برای این مسائل مبنایی. اصلا مهم نیست واسه شون. ماشین به مردم میفروشن، قطعات داخلی بیکیفیت میذارن، دیگه مهم نیست که تو این ماشین کودک میشینه. یه ترمز میتونه سرنوشت یه خانواده 5 نفره رو به دنبال داشته باشه. کامیونهایی رو میدادن اون زمان یادم از چین و جاهای دیگه وارد کرده بودن، نه ترمز درست حسابی داشت نه موتورش کار میکرد، بعد میفرستادنش با چند تن بار تو جامعه. خب همین وزان هم ما داریم. پزشکان ما چیکار میکنن؟ نه اینکه همه پزشکان اینطوری باشن، عمده پزشکای ما، عمده کارمندان ما، عمده سازمان ها و شرکت های ما. اگر این موضوع انفرادی بود یعنی سیستماتیک نبود، وضع مملکت ما اینقدر به ادبار و نکبت نمی افتاد. این سیستماتیک بودنه که شما 4 تا آدم درست حسابی میتونی پیدا کنی، وگرنه 400 نفر همین روش رو دارن. شرکت ها شما برید مواد غذایی رو نگاه بکنید چقدر بیکیفیتی. دیگه فکرشو نمی کنه که این یه بچه میاد این غذاها رو میخوره، یه مادری میخوره، یه پدری میخوره. این دستگاه گوارش، دستگاه های هضم این غذا، خب طبیعیه این راهی بیمارستان میکنه، هزاران هزینه بر درون جامعه بهداشت و درمان کشور میذاره، هزاران هزینه ناخواسته به بیمه تحمیل میکنه. واسه اینا رو نمیفهمیم. مسئله مهمی است این چارگانه عقلانیت وبر، آقای ماکس وبر، یکی از اندیشمندان بزرگ در حوزه جامعه شناسی. شما میخواید جهان غرب چطور غرب شد؟ خب نگاه بکنید اینا تئوریسیناش اینان که میخواد به مردم یاد بده به منفعت شخص خودت نگاه میکنی، این منفعت پایین ترین درجه عقلانیته. یه حیوان هم به منفعت خودش فکر میکنه. اینا دیگه همه حیوانات هم بلدن، یه چیز غذای بهتری ببینن میرن سراغم. ما این کارو میکنیم. آیا حاضریم بپذیریم که این روش ما، این رفتار ما تا چه اندازه به جامعه خدمت میکنه، با امر واقع تطبیق میکنه؟ همین دلیله که ما گیر یک سیاستمداران هپروتی افتادیم، یعنی کسانی که آرمانهاشون، ارزشهاشون کاملا منتزه از جهان انسانی امروزه. اصلا اینا برشون مهم نیست که انسان چی میخوان، یا توی دنیای دیگه زندگی میکنن.
فقط خودشون رو بیمار نمیدانن. یعنی یک بیماری که دارای حالتهای روان پریشی است، اسکیزوفرنی داره، یا افراد مختلفی که درک دقیقی از جهان پیرامونشون ندارن، رو چطور فکر میکنن؟ فکر میکنن دقیقا همونجوری که آخوند فکر میکنن. ولی اینا نام خودشون گذاشتن علما، به اونها میگن مثلا بیمار، در حالی که اینا هم بیمارن، فرق نمیکنه. کسی که امروز جلوی شما بشینه بگه ما باید به سراغ ارزش‌های قرون وسطایی بریم ببینیم اونجا پیامبر چه گفته، قرآن چه گفته، فلان شیخ و فلان رئیس قبیله چه گفته، خب آدم هپروتی است. انسان‌های امروز ارزش‌های خودشونو دارن. جوامع امروز شکل خاص خودشو پیدا کرده. این دیوان سالاری عظیم، این روابط بین الملل مقتضیات خودشو میخوان. شما نمیتونی عقاید عقب مانده داشته باشی بعد با جهان غرب دوست باشی، نشدنیست. یه جاهایی مبانی باید هم نزدیک بشه. اینکه آخوندها با جهان مشکل دارن، یک بخشش به خاطر اینه که درک درستی از پدیده های جهانی ندارن. انسانی که به جامعه و نسبت به پدیده ها درک درستی نداشته باشه شکست میخوره. شما مثلا مناسبات اقتصادی رو فهم نکنی، بهت پول بدن، بگن سلیمانی بفرما این 1,000,000 دلار پول، برو تو این جامعه کار بکن. وقتی من ندونم مناسبات اقتصادی تجار و کسبه و مردم چطوره، و پولم از بین میره. فهم جهانی که باعث میشه من این مناسبات رو بفهمم، این نگاه بکنم مثلا در همون زمینه اقتصاد من الان پولم کجا باید سرمایه بذاریم، به چه اشخاصی میشه اعتماد کرد، چه تضمین هایی نیاز دارم. این یعنی انسانی که هدفش، ابزارهاش و امر واقع با هم تطبیق میکنه، در نتیجه میشه انسان موفق. میدونه که پولش کجا باید سرمایه بذاریم. در امر سیاسی هم همینه. شما دوست و دشمن رو چطور انتخاب میکنی؟ به همین دلیلی که جمهوری اسلامی هر بار میره به سراغ روسیه و چین و این کشورها، اینا هم سر بزنگا بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، رأی میدن. مگه ما نداشتیم تحریم هایی که تصویب شد؟ خب یک بخشش در شورای امنیت مطرح میشه. هم روسیه و چین اونجا هستن، حق به تو هم دارن، هیچ کدومشون هم استفاده نمیکنن. خب شما روی کی سرمایه گذاری کردی؟ یه زمانی حسن روحانی آمده بود اشاره میکرد که ما باید بریم با کت خدا صحبت بکنیم، یعنی بریم با امریکا صحبت. حالا اینا یه چیزی رو فهمیده بود. اینا زیربناش همینیست که من عرض کردم. یعنی شما فهم کنی مناسبات جهان مدرن چگونه هدایت میشه، کیات مهره های تأثیر گذارن، کیا صاحبان نفوذن. باید بریم مستقیم به اونا صحبت، باید خودو به اونا نزدیک کنی. ما چون جمهوری اسلامی فهم دقیقی از جهان و مناسباتش نداره، تمام تخم مرغاشو میذاره تو سبد روسیه و چین. اونا هم که آدمایی هستن که مناسبات جهانی رو فهم میکنن، میدونن میشه اینجا امتیاز گرفت. برای همین جمهوری اسلامی رو بچه المصالحه قرار میده، استخون لای زخم نگهش داشتن، بادش میکنن، امتیازاتشون رو که گرفتن پنچرش میکنن. بعد این وسط جمهوری اسلامی میمونه آجوباج که آقا چرا اینا این کارو کردن. چهل سال سیاستش عوض نکرد، همون جوری با جهان غرب ستیز داره، جنگ داره. باید مناسبات امروز جهان اینطوریه. کشورهایی که موفق شدن در این 20 سال 30 سال راهشون چی بوده؟ کره جنوبی چی کار کرده که موفق شده؟ آن اومده با دنیا بجنگه؟ ژاپن چی کار کرده که بعد از جنگ جهانی دوم تونست موفق بشه؟ آلمان چی کار کرده؟ آره درست زمینه هاشو داشتن، اما رویه درستی هم پیش گرفتن، دست از اون ادعاهاشون برداشتن. ما هنوز قرون وسطایی که سهله، 1400 سال قبل داریم زندگی میکنیم. یعنی به ما میگن اینجوری زندگی کن.
بنابراین بحث بر سر اینه که ما مبانی آن چیزی رو که مناسبات امروز هست فهم نکنیم، شدیم یک جامعه هپروتی. خوبی رو دوست داریم ولی نمیدونیم چطور باید به دستش بیاریم، نمیدونیم اون آقایی که موفق شده از چه راهایی رفته، نمیخوایم ببینیم، نمیخوایم کار بکنیم. مشکل جامعه ما همین هست. و بعد هم متاسفانه همونطور که عرض کردم به عقلانیت فردیمون نگاه، نزد ما انسان هایی که به جامعه نگاه میکنن میگن رفتاری بکنیم که به نفع جامعه و مردم دیگه باشه، ما اونا رو تغییر میکنیم. این نمیفهمه چی میگه. به فکر خودت باش، به خودت فکر کن، در حالی که یادمون میره فرد و جامعه در هم تنیدن، یک حالت دیالکتیکی وجود داره. تعبیری داره آقای پیتر برگر که اون هم از جامعه شناسان بزرگه، سه مقوله مهمه: برونداد، عینی سازی و درونداد. حالا اگر فرصت بشه برنامه امروز که فرصت نشد در درس خواهم کرد که جوامع غربی رو چه پایه استوارن و ما روی چه پایه سستی هستیم که با یه تلنگر با سر به زمین میخوریم و باز هم با همان درد و رنج و شکستگی بلند میشیم، بگیم نه حالمون خوبه و این مشکل بزرگ ماست. خب نرسیدیم واقعا به بحث انرژی اتمی بپردازیم، اما در برنامه بعد وارد این مسائل خواهیم شد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی بزرگوار. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشید.